باید اینا مردم شان از زیر آغوش بگیرن، مردم حمایت کنن. تنها نمیشه که با پول مردم حمایت کرد، بزرگای امارت اسلامی باید جوانان حمایت کنن، ورزشکاراشون حمایت کنن. در جریان پهلوان فکر کم که میگردن تون دو بار قاط شد. بله سیبا اگر خونه شدید یک کمی چشمام تاریک شد، ممکن رگای گردنم کش شده. از ما حمایت کردن، گرچه حمایت میکنن، پیشتر ما شاهدی بودیم که والی ولایت پنجشیر و معاون فرقه بدخشان از قندوز هم بود، یک دانه از قندار هم از مجاهدین که در اینجا مسابقه کردن تا پهلوانی زنده شود. این سنت رسول الله هم است، خودی رسول خدا کشتی گرفت. خداوند بخشاینده مهربان، بیننده های عزیز سلام و صد سلام خدمت همه شما عزیزان دل و دوست داشتنی. خدا کنه که هر کجایی که هست جور و آرام امت و تایت و راید باشید. همراهان عزیز، فعلا موقعیت ما ولسوالی بهارک ولایت بدخشان باقی اکیمبای دمی وقتها میبینیم که بازی بسکشی بسیار یک بازی است که در دل همه مردم جای پیدا کرده است و بر علاوه همچنان بازی پهلوانی یعنی کرش که از این روزها که میبینیم در هر ولسوالی، هر منطقه، هر ولایت برگزار می شود و امروز قرار است که برای بار اول در باغ اکیمبای ولسوالی بهارک اینی بازی پهلوانی برگزار شود. ببینیم که دیگه مردم چقدر شوق و علاقه داره و از این بازی چقدر طرفداری میکنند و قرار است که ما امرای آجی سیب شکرالله، کسی که مسئول بازی است، ما امرایشان صحبت های داشته باشیم. سلام علیکم آجی سیب. جانتان جورس بخیر هستید؟ چشتون بخیر، سلامت باشین، بخیر باشین، باشید. تشکر، شما خسته نباشید. همیشه هم یک فضایی را انتخاب میکنید که بر علاوه که مردم بازی را خوش دارن، فضا را خوش میکنن. چون بازی محلی است، باید یک محلی را آدم انتخاب کنه که سرسبز باشه تا مردم لحظاتی که با ما است خوش و خوش وقت باشن. دقیقاً آجی سیب، بازم مردم خوش ما را میشناسن، بازم خوبتر است که یک خلق معرفی دیگه از شما داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آجی سید شکلا مری هستم، رئیس فدراسیون کرش پهلوانی ولایت بدخشان. خوش آمدید به طرفی ولسوالی بهارک. سلامت باشین، خوشحال هستم که با شما هستم، با مردم از ولسوالی بهارک هستم. تشکر آجی سید. میشه که شما اینی پروسه را که شما مد نظر گرفتید، اولا همیشه در مرکز برگزار میشه، ولی تا جای اطلاع پیدا کردین که ولسوالی به ولسوالی میروی بازی؟ قبلا که بود من شوقی و رسمیت من نداشتم در فدراسیون پهلوانی. مدتی 8 ماه میشه که ما به صفت رئیس فدراسیون پهلوانی ولایت بدخشان انتخاب شدیم از طرف مردم عزیز ما. ما گفتم این بازی را تنها در مرکز فیض آباد نه، بلکه به ولسوالی این بازی را پیش ببریم. یعنی شما شاهدش هستین که مردم عزیز ولسوالی بارک اینجا آمدند با یک لبی پرخنده، در یک فضای امنیت و صلح و آرامش در مسابقات پهلوانی شروع کردن تماشا میکنن. یعنی انگیزه مردم چگونه است؟ از بازی طرفداری میکنن یا خیر؟ اما اولین که بازی بسکشی را میشن، مردم طرفدار بازی بسکشی است. از این بازی پهلوانی بگم، پهلوانی که است، درست است که بازی بسکشی دست اول در سطح افغانستان داره، بلکه ما در مسابقاتی که در ولسوالی‌ها برگزار کردیم بیشترین بیننده را در تمام بازی‌ها غیر بسکشی پهلوانی داره که میبینین که نمی امروز ما اولین روزی است که در مسابقات در ولسوالی بارک برگزار کردیم. تمام تماشاچی ها از ولسوالی وردوج، ولسوالی جرم، ولسوالی شهدا
آمدند در اینجا در مسابقه اشتراک کردند. حتی یک پهلوان هم نامش خواندند که از درواز است فکر کنم. بله، بچهای درواز هم که در مرکز فیض آباد بودند فهمیدند که پهلوان است. امروز شما شاهد بودند که از ولسوالی های درواز او بچه خرد که خوشتی گرفت ولسوالی راغ با یک شوق و ذوق تمام به ولسوالی بهارستان آمدند مسابقه میتند. قربانتون حاجی سیف، کانال در خدمتتون بازم کدام پیام برای کسایی که از شما کدام مسئولیت بالاتر در این بازی دارند، شما کدام پیشنهاد از اونها داشته باشید، یعنی کدام دیگه پیامی داشته باشید؟ پیام ما به مقامات امارت اسلامی، هر مقامی موقت است، باید اینا مردم شان از زیر آغوش بگیرند، مردم حمایت کنند. تنها نمیشه که با پول مردم حمایت کرد، بزرگای امارت اسلامی باید جوانان حمایت کنند، ورزشکاراشان حمایت کنند که مردم در فضای صلح و آرامی و اخوت امارت اسلامی از همین وقت خوشحالی استفاده کنند و از مردمشان هم راضی باشند. نه تنها که این کلانی بزرگی یک مسئولیت است تا مردم را راضی نگه کنی، نه اینکه برای در مقامات و پول و دارایی را به خود کمایی کنی. امیرالمومنین میگه وظیفه یک اصل و خدمت است، یکی والی باشه، اگر والی را ترافیک تعیین کنی یا مثال یک کارمندی دفترم تعیین کنی باید تو اطاعت کنه. این همی رقم باید اونا هم از مردمشان از ما حمایت کنن، گرچه حمایت میکنن. پیشتر ما شاهدی بودیم که والی ولایتی پنشیر و معاون فرقه بدخشان در اینجا آمده بودند، یک فضای امنیت حلقه زنجیرواری والی ما، مجاهد ما، مردم عزیز ما، همشان در یک فضای دوستانه مسابقه میکردن، سیل میکردن، تماشا میکردن که دو جوان از قندوز هم بود، یک دانه از قندار هم از مجاهدین که در اینجا مسابقه کردن تا پهلوانی زنده شوه. این سنت رسول الله هم است، خودی رسول خدا قشتی گرفته. دقیقاً، یعنی اطاعت امیر واجب. بله، دیگه قسمی که ما هم شور شوق مردم هم میبینیم عوض توت مردم در درخت سبز کرده گیست. خواهی یک شوق علاقه تمام کسی که این مردم در درخت ها سبز، امیر ما خوش هستیم که مردم ما خوش باشه، این امیر رقم جوانای ما خوشحال باشه، مردم عزیز ما خوشحال باشه، ببینن که تماشاگرای ما و مردم ما در یک فضای اخوت برادری آرامی. آرزو مردم میدونم است که یک فضای صلح آرامی باشد تا که بتونه که همین بازی ملی باشه، عنعنوی باشه، در اوج برگزار کنند. به می خاطر بزرگان میگن بیش تا آن جایی که آزاری نباشه، کسی را با کسی کاری نباشه، همین رقم مردم در فضای اخوت برادری مسابقه شم میشه، تجارت شم میشه، حاکمیت شم میشه. اما خداوند افغانستان عزیز ما آرامش به مردم بیاره، یک صلح اخوت بیاره. تشکر از شما که این باز برنامه و بازی های ما را به تمام بیننده ها، مسافرین ما، مهاجرین ما، مردم دیگه کشورها به تماشا میرسانین که تا بازی و فرهنگ بدخشان و افغانستان به تماشای تمام مردم باشه. از شما تشکر. تشکر، سلامت باشین. ابراهان عزیز، شما برنده پهلوان باشید، بخیر بازی برگزار میشوه و ما هم کوشش میکنیم تا حد اندازه، تا حد توان هموت سنه های جالبش بگیریم به شما تقدیم کنیم. احمد پهلوان مرکز خوش اومد.
دولت حلوان از روشال دارستان احمد حلوان از مرکزی پنجابا مرکزی پنجابا در مقابل روشال دارستان هری این نوارد پلیشان سا همراهان از باز هم خوش آمدید. ما در وسط میدان کرش هستیم، یعنی پهلوانی، و از جمله یکی از پهلوانهای دیگه مقام خود در کنار خود داریم. سلام علیکم پهلوان عزیز. جانتون جورست؟ بخیر هستید؟ خسته نباشید. جور باشید. در جریان پهلوان فکر کم که همی گردنتون دو بار قاد شد. بله سه بار. عبور خونه شدید؟ یکم یک چشمان تاریک شد. ممکن رگای گردنم کش شده باشه. من به خدا را شکر که دمی آخره می برد داشته. اگر که برد نمی داشته نیکی باز مجبور بوده که میدان باز ترک کنه. خواست خدا بود که برد کردیم. بشه یک خدا معرفی کنی پهلوان عزیز. زیدالله لطفی هستم از الاسالی شغنان که تیم باز تیم ملی کرش افغانستان. ولی زیدالله جان اگر تره برنامه شغنان خیلی اعلان میکنن کسی در میدان خونه نمی آمد. حالا خود تره برنامه فیض آباد اعلان کرده. خواهم رئیس گفتم که برنامه شغنان اعلان که خیلی نکرد تیم مرکز هم از مشکل نداره. یعنی هم برنامه تیم مرکز دیگه هم برنامه شغنان افتخار به دخشان است. بله تو چقدر مدت میشه از پهلوانی خودت؟ ما به مدت 10 سال است که پهلوانی میکنم. در خود فیض آباد پهلوانی کردگی هستم، در قندوز هم رفتگی هستم، بردای خیلی زیاد هم دارم و یک باختار هم دارم. در خود همی فیض آباد هم یک باخت دارم. دیگه هر جایی میرم قطعی همراه با سید شکرالله عمری رئیس فدراسیون کرش بدخشان است که از این میرم هر جایی میرم. خربان یعنی در مدت 10 سال فکر که یک باخت داری؟ بله سیبا. چند برد داری یادت است؟ بردا که بسیار زیاد است حساب نکردم. بعد حساب بگیری که ممکن به تعداد 60 دانه یا همه تباشه ها بازی های چیز محلی هم کرده گیستم. به نظر خودت دیگه خود خواست شغان هستی کدام ولسوالی عریف خود شدن میتونه پلوانوش؟ در تمام بدخشان که تیم ولسوالی شغنان که هست از دیگه تیما بسیار خوب میدرخشن، ولی از این سالها تیمای راغ و کشم هم نام خدا خوب هستن. ممکن همونا اگر زحمت زیاد بکشن میتونن با ما رقابت بکنن. حالا من یک پهلوان هم دمی سر زبان مردم خیلی ها نامش مشهور شده است، پهلوان فهیم که از ولسوالی خاش است. تمام زیاد تعریف میکنن. بله اونم خوب است که اندوالم از قدیم نگرفت. خلاص دیگه هست. قربونت پیام داشته باشی. سلامت باشی جور باشی. پیام من هست که تمام جوانایی که در افغانستان هستن خارج نروند، خدا در خود کشور باشن، زحمت بشن، ورزش بکنن، از دخانیات مواد مخدر دور شوند. قربانت سلام باشید. ابراهان عزیز دیگه یک کمی همین مرضای قومی مرا گرفتگی سگان بار همی دیگه بخدم میشم زبانم میتره و طرف میره و بازم دیگه معذرت میخوام دوستای عزیز، اما ما کوشش میکنیم که در هر حالت به شما برنامه داشته باشیم. ابراهان عزیز هنوزم پهلوانی ادامه داره، شما بیننده پهلوانی باشید. حمید پهلوان اولسوالی دارستان شغنا پهلوان شغنا پهلوان Boş yolda. Maşallah.
جهان با پاس نشون می‌رساند، از ایشان خواهان سپاسگزاریم.